سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. کپی برداری از روی پهپادهای ایران، انقدر دیگه مسئله پهپادهای ایران عجیب و غریب شده. بذارید من یه داستان براتون بگم. دو سه سال پیش یه رفیقی داشتم، این برانداز بود، اصلا تحت تاثیر فضای براندازی این صحبت ها. بعد با هم صحبت میکردیم درباره توان ایران، گفتش که اصلا هیچ چیز این جمهوری اسلامی رو من قبول ندارم، ولی موشکاش رو خدایی قبول دارم که این موشکاش موشکای خوبیه. یعنی هر چیزی رو درباره جمهوری اسلامی به عنوان منفی پذیرفته بود، نمیتونست موشکا رو زیر سوال ببره. وقتی دو تا چهار تا میکرد میگفت نه، واقعا تو این حوزه یه کارایی کرده که این حرف برای گفتن در سطح عالم داره. این فهم کنم همه کسانی که ایرانی هستن تو این یه مورد اتفاق نظر دارن و هیچ کس نیست این روزی زیر سوال بره. نکته کجاه؟ الان پهپادها اصلا یه کاری کردن که موشک ها زیر سایه اینا دفع شدن. موشک هزار یک چیز اثرگذار داره، هزار یک چیز خاص داره، ولی همه متمرکز شدن رو پهپاده. و جالب کجا هست؟ جالب اینجاست که این همه کشور در دنیا ادعا دارن در حوزه پهپادی بی‌نظیرها رو ساختن، مشی ها رو ساختن. آمریکا رفته روی چیزای متمرکز شده. الان میدونید که خیلی وقت است هم ایران هم کشورهای دیگه رو مسئله هوش مصنوعی و پهپادها روی چهره یابها دارن کار میکنن که بره مثلا در آسمون شما بهش چهره بدی تو اون منطقه به اون وسطی که شما میگی شناسایی بکنه، دنبالش بگرده، عملیات بکنه. از این چیزها خیلی زیاد داره کار میشه، ولی در نهایت اون چیزی که همه دارن از روش کپی میزنن شاهد ایرانه. خیلی حرفه که من این همه ادعای تسلیحات سازی دارن، ادعای فلان دارن، ادعای بیسار دارن، بعد میان ارو توی ایران کپی میکنن. یکی از دعواهایی که اینها با ما دارن محدود کردن ایران رو در حوزه فروش تسلیحات، در حوزه فلان، اینه که من اگر ورود بکنم به این قضیه قطعا یک تسلیحات ساز شناخته خواهم شد، قطعا در حوزه فروش تسلیحات بازارهای اینها کساد خواهد شد، قطعا دیگه کسی سراغ اینا نمیره، چون من مخشو دارم، چون ایرانی دو تا چارتشو بلده. ایرانی میره از یه راههایی به این داستانا میرسه، به این چیا میرسه که همه تو کفش میمونن. میخوایم بریم یه گزارش ببینیم از روسیه، کارخانه که ساخته شده، سی ان ان در روش گزارش کار کرده. منتها قبلش یه سر میخوایم بریم نمایشگاهی که در روسیه برگزار شده است، یک نمایشگاه تسلیحاتی. حالا داستان کجاست؟ هموطن ما راه افتادن رفتن توی نمایشگاه، بچهای رسانه اینا شروع کردن واکنش ها نسبت به غرفه ایران رو ثبت کردن. آقا فلانی اومد مثلا خیلی حال کرد، اون یکی اومد دهنش وامونده بود، اون یکی اومد فلان گفت. اینا رو شروع کردن ثبت کردن. تو شرایطی که داشتن اینا رو ثبت میکردن، خب گفتن آقا غرفه های دیگر هم بریم ببینیم دیگه. بعد رسیدن به یه سری غرفه ها، میگن این غرفه خودمون نبود، ما الان از غرفه خودمون اومدیم، ولی این انگار پچر قطعات، نه این غرفه پچر فلان کشوره، پس چرا قطعاتش ایرانیه؟ قطعاتش ایرانی نیستش که، از اون کپی کرده. چندین مورد اینا بلند شدن رفتن توی غرفه کشورهای مختلف، تسلیحاتی دیدن که طرف نه از روی آمریکا، نه از روی چین، نه از روی روسیه، نه از روی فلان کشور، از روی ایران کپی کرده. بریم یه سر روسیه ببینیم چه خبره، برمیگردیم نکاتی دارم اصلا کرد. یه چیز جالب اینجا دیدیم، بیاید بهتون نشون بدم. بیاید کشورها گویا علاقه عجیب غریبی دارن به کپی کردن از پهپاد شاهد 136 ایران. اینجا نمایشگاه آرمی 2023 روسیه هست. یه نکته جالبی که ما دیدیم اینه که یه کپی چینی از پهپاد شاهد 136 ایران تحت عنوان سانفلاور 200 عرضه شده توسط چینی ها. مشخصاتی هم که حالا براش اعلام کردن جالبه. در واقع وزن محموله‌ای که میتونه حمل کنه 40 کیلوگرم هست، یعنی یه سر جنگ 40 کیلوگرمی میتونه حمل کنه. 2000 کیلومتر برد داره، 12 ساعت مداومت پرواز داره، 160 تا 220 کیلومتر هم سرعت داره. یه سیکر اپتیکی، حالا بگم عجیب و غریبم، روش نصب شده اینجا اگه بیاید ببینید. این که شکلش هست که کاملا مشابه در واقع شاهد 136 ایران هست. بعد این سمت هم این سیکر اپتیکیش هست، جستجوگر اپتیکیش هست که باز مدل خاصیه. کلن دو تا مدل از این پهباد، در واقع پهبادی کپی شاهد 136 ایران تو این نمایشگاه عرضه شده. جفتش هم در واقع توسط چینی ها عرضه شده. یکی همین سانفلاور
دیویس هست، یکی هم یه پهپادی اونجا هست به اسم LM150، اونم از طرف یه کمپانی چینی ارائه شده که حالا اونم مشخصاتشو میگیرم براتون. ولی اینکه همه اومدن دارن از روش کپی میکنن یه موضوع خیلی جالبی بود برای من. خیلی خب، این ویدیو رو با هم دیدیم. بله شاهکاره، آن چیزی که داره ازش صحبت میکنه شاهکار ایرانی در تاریخ خودش، در نقطه‌ای بوده است، در جایی قرار گرفته که وقتی میخواستن به چیزی برسن، در حوزه علم به نقطه‌ای برسن، به بحثی برسن، باید بهش مراجعه میکردن. بخشی از نفوذ کلمات ما، بخشی از نفوذ ادبیات ما در دیگر زبان‌ها، در دیگر ملیت‌ها، در دیگر نژادها سر همینه. چون من مرجع بودم، وقتی چیزی میساختم، وقتی علمی داشتم، اون وقتی میومد مراجعه بکنه باید از کلام من استفاده میکرد. همینطور که امروز وقتی یه چیزی توی غرب میسازن، ما یا باید یه جایی داشته باشیم، مرکز نمیدونم فرهنگ و ادب، نمیدونم چی فارسی، که اونو معادل براش بسازه، بعد خودمونم مسخرهش بکنیم، بگیم ها 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 چه معادل مسخره‌ای ساخته. یا اینکه یعنی هر چیزی که میاد معادل بسازیم که بهمون تهاجم نشه، یا تسلیم شیم بگیم آقا اب نداره، این اسمش اینه دیگه، اینا ساختن. کلمات داره ورود میکنه به فرهنگ ما، به زبان ما، به تفکر ما. ایران در یک بازه زمانی در این نقطه بوده. چرا؟ فقط به یک دلیل، به خاطر اینکه من در حال ساخت بی‌نظیرها بودم، من در حال ساخت مشتی‌ترین‌ها بودم. الان داریم به اون نقطه برمیگردیم. الان همه عالم ادعاشون میشه در حوزه تسلیحات سازی، در حوزه ساخت بهترین‌ها، در حوزه ساخت امکانات مختلف، اون چیزی که دارن از روش کپی میزنن ایرانیه. و اینها همه اش بعد از 57 اتفاق افتاده. من رو مسئله 57 تاکید میکنم به خاطر اینکه یه جماعت وطن فروشی با رسانه هاشون، با تلویزیون هاشون میگن آقا این شورش بود تو 57، اگر جلوشو گرفته بودیم امروز ایران آزاد بود. من برعکسشو میگم، من میگم 8 سال زودتر شورش کرده بودن، امروز تو بحرین داشتیم با دنیا صحبت میکردیم، امروز تو بحرین داشتیم برای این اون حرف میزدیم. اگر میتونستیم 8 سال زودتر شورش بکنیم علیه این تاریکی که بر کشور حاکم بود. این که گفتم بعد از 57، به خاطر این گفتم. ببین یه جاهایی شما نگاه میکنی میگی من پایه اینو تو کشورم داشتم، اومدم جلو، قبلی ها هم زحمت کشیدن درش، نمیشه انکارش کرد، نمیتونی انکارش بکنی، فلانی زحمت کشیده تو اون سیستم، این اتفاق افتاده، این ولی شده. پهپادها کاملا ایرانیه، پهپادها کاملا برای بعد از زمانی هست که ما تصمیم گرفتیم متفاوت‌تر رفتار بکنیم، متفاوت‌تر زندگی بکنیم، متفاوت‌تر مسئله رو ببینیم، و این شاهکاره. بریم ادامهش رو بررسی بکنیم. خبری در رسانه‌ها منتشر شده، در این خبر اشاره کردن به اینکه روسیه با کمک ایران 6000 تا پهپاد انتحاری میخواد بسازه. ما مشابه اینو خیلی زیاد دیدیم، چین میخواد بسازه، روسیه میخواد بسازه. باز یه چیزو یادآوری میکنم، یک کسایی اومدن از ایران درخواست تسلیحات کردن که اگر اسم اینها رسانه‌ای بشود برگای خیلی ها میریزه، در یک جاهایی که اصلا کسی تصورش نمیکنه. فقط صبور باشید، فقط صبور باشید، به زودی چیزهای مطرح خواهد شد که خیلی ها رو حیرت زده خواهد کرد. این یک نمونهشه میخوایم بررسی بکنیم. واشنگتن پست، من اشتباهی اول گزارش گفتم، CNN اصلاح میکنم، اومده در گزارشی گفته که ما متوجه شدیم که نزدیک شرق مسکو در تاتارستان، البته من گزارش مربوط به تاتارستان رو قبلا به شما ارائه دادم، ولی اومده گفته که یه ساختمونی رو پیدا کردیم، این البته یک مرکزی رو گفته چون خیلی عظیم‌تر از ساختمونه، میگه که این مرکز قرار شده تا سال 2025 مستشارانی برای این کشور 6000 تا پهپاد توش بسازن. آقا ایران مستشاران روس میخوان بسازن، ایران مستشاران چینی توش میخوان بسازن، ایران مستشاران آقا نه برعکسه، روسیه است مستشاران ایرانی میخوان برای 6000 تا پهپاد بسازن. میگه تا 2025 میخواد ساخته بشه. تصاویری منتشر کرده، بله عکس این مرکز رو دارید روی صحبت ما مشاهده میکنید. ظاهرا اینجا اومدن تغییراتی رو به شکل ویژه‌ای برای این قضیه ساختن. من میخوام از روی متن برای شما بخونم. اشاره کرده به اینکه بانک روسیه در صنایع هوای دفاعی و موشکی پیشگام هست، اما به این فناوری پهپادها رو آورده، احساس میکنه از طریق این میتونه به نتیجه برسه. بعد گفته که روی شاهد 136 داره کار میکنه. این همکاری شامل انتقال طرح، آموزش کارکنان و تهیه قطعات الکترونیکی هست و طبق اسناد جدید تهران با این قرارداد که فروش خط تولید به روسیه بوده موافقت کرده. بر اساس اسناد منتشر شده در فوریه هزینه این پروژه 151 میلیارد روبل، آها گفته که
معادل 2 میلیارد دلار هزینه شه، که اینها اومدن اینو در نظر گرفتن. میگه ایران اصرار داشته به دلیل نوسانات اینو با طلا بهش پرداخت بکنن. ایران اومده به روسیه گفته من روبل نمیخوام، دلارم نمیخوام، طلا میگیرم، این 2 میلیارد رو طلا میگیرم، شما به من طلا بدین، من براتون میسازم. یک گزارشی براتون خوندم درباره همین مسئله، بگید اسمشو چی بود، آها، این باج 6 میلیارد دلاری آمریکا. یکی از کسایی که توی آمریکا تو بحث مشاوره با اینها برای مذاکرات کار میکرد گفته بود که خدمت شما گذاشته هستم، گفته بود که رفتیم نشستیم با ایران صحبت کردیم، گفتیم که تو میخوای تسلیحات بفروشی، به چی میخوای برسی؟ به پول؟ من به تو پول میدم هم تسلیحات تو داشته باش هم پولتو داشته باش، چی کار میخوای بکن؟ 6 میلیارد دلار حالا از اموال خودت بوده اینور، من به شما پرداخت میکنم، شما نمیخواد این کارو انجام بدی از این جهت که تسلیحاتت رو بفروشی به روسیه. به چه جهت اینو داره میگه؟ چون یه دونه قرارداد ببنده برای 6000 تا پهپاد 2 میلیارد دلار براش داره. آخه دیگر کشورها دوست دارن همچین چیزی داشته باشن، 100% اینا آرزوشونو بتونن اینا رو داشته باشن. بعد ایران چرا داره رو این قضیه جلو میره؟ به اعتراف دوست و دشمن، ایران امروز در حوزه پهپادی به لبه فناوری رسیده. من رفتم روی یک نقطه قرار گرفتم، چیزهایی ساختم که اصلا اینا دیگه برام جوکه. هر کسی خواست بیاد اینو استفاده بکنه. اگر خواست مشابه این را کسی در مقابل خودم در میدان روی میز بذاره، چیزای خاصتری براش دارم. و یه چیزم به شما بگم، این حرفم رو اثبات هم میکنم با یک مثال ساده. ایران در حوزه هایی در بحث تسلیحاتی که پیشرفت کرده، لزوماً سراغ پیشرفته ها نرفته، لزوماً نرفته یه چیزی بسازه که این از همه خفن‌تر باشه، با یک تسلیحات مدرنی، با یک تکنولوژی مدرنی کار بکنه. نه، اصلا این شکلی نیست. رفته راه‌های ساده‌تری اتفاقاً پیدا کرده. چندین مورد هست که اصلا اینا رسانه‌ای نشده، روی خروجی رسانه‌ها نیامده که ایران در این مسائل کارهایی کرده است با ساده‌ترین‌ها. به وقتش می‌فهمن، مثل پهپاد شاهد. همه می‌دونستن ایران پهپاد سازه، هیچ کس اصلا بحث شاهد رو مطرح نمی‌کرد. تو اوکراین مطرح شد. باز هم مشابه این ایران داره، که با ساده ترین ها هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد مهمترین پهپادی که امروز اسمش در سراسر عالم شنیده میشه با موتور عره برقی ساخته شده باشه، ولی ایرانی‌ها این کار کردن. چیزهای دیگری هم هست. بریم ادامه‌اش رو با هم بررسی کنیم. میگه این تأسیساتی که اینا ساختن به جهت اینکه این کار درش انجام بگیره، اندازه 14 تا زمین فوتباله. بعد گفته که 3 تا بخش داره، یک بخشش مونتاژ قطعات جدا شده پهپاد ایران رو می‌فرستن، اینا سر همش می‌کنن اونجا. آقا کجا رسیدیم؟ در کدام نقطه ایم؟ یه موقعی میگفتن ایران از روی بقیه مثلا حرکت های این شکلی میزنه، قطعاتو سرهم میکنه. همین الان شب حالا بخش تسلیحاتی رو بزنیم کنار، تو خودروسازیمون یه بخشی از داستان این شکلیه. این فاجعه است. این به خود گریه داره، درد داره. تو کشوری که شما همچین وضعیتی داری، اون داره میاد از روی تو مونتاژ میکنه، کپی میکنه، قطعاتتو میبره سرهم میکنه در حوزه تسلیحاتی، و تو خودروسازی وسطینی. کاریکاتوریه، یه چیزایمون خیلی کاریکاتوریه و باید بپذیریمش تا بتوانیم، وقتی که پذیرفتیمش تازه بتوانیم بهش فکر بکنیم که رفعش بکنیم. دردآوره. ازش عبور بکنیم. میگه که بخش اول مونتاژ، اینا میان از روی ایران مونتاژ میکنن. بعد میگه بخش دوم تولید بدنه و ساخت پهپاد با استفاده از قطعات الکترونیکی و موتورهای ارسال شده است. بخش سوم ساخت بیش از 4000 تا پهپاد با کمک اندک از ایران، که به دلیل عقب افتادن یک ماه از برنامه احتمالاً به تعویق افتاده است. حالا این قسمت من متوجه نشدم منظورش چیه. فقط یه چیز خدمت شما عرض بکنم، یه نکته‌ای درباره پهپادهای شاهد وجود داره و پهپادهایی که از اینجا به بعد ساخته میشه، و اون نکته هم اینه که من در میدان فهمیدم که این یه چیزایی باید بهش اضافه بشه که اونا اینو ارتقاش بده. حالا شاهدی که من دارم میسازم در مدل جدید خودم و دیگرانی استفاده میکنن، با همه ی آن چیزهایی که قبل ناتو دیده بسیار متفاوته. باید بریم جلوتر، بریم جلوتر ببینیم که میتوان. البته من یه اشاره قبلا بهش کردم، باید بریم جلوتر ببینیم میشه بعدن مفصل در باید صحبت کرد یا نه. اجازه بدید من ببینم بازم چیزی مونده. این بخش رو قبلا تو کانال بهتون توضیح دادم. مثلا اومده گفته که روی بدنه یه حرفایی زده میشد، مثلا نوشته ام، نوشته کا، نوشته فلان. اینا مال مدل پهپاد فلان ایران بود. الان کلماتی که نوشته میشه جدیدتره، نشون میده که دارن مدلای دیگری میسازن و چیزای از این دست ازش عبور میکنن. فقط یه چیزی میخوام بگم، یه موقعی رفتن پیش رهبر ایران، شهید تهرانی مقدم و دیگرانی، گفتن آقا شوروی داره فرو میپاشه
و اینا همه چیزشون رو دارن میفروشن، لب مرز دارن اسلحه هاشون رو میفروشن، نیروهای تفنگدار دیگر کشورهای همسایه دارن از اینا میخرن، کلاش از اینا میخرن، چی از اینا میخرن، بمبای اتمیشون رو میخوان بفروشن. یه بحثی مطرح شده بود القاعده 5 میلیون دلار اون موقع پول میده بمب اتمی میخره از شوروی. این تو تاریخ هست، اینو سرچ بکنید، نگید تلگر یه چیزی گفت رابطه، سرچ بکنید. اینا پول میدن بمب اتمی میخرن از پاکستان، دانشمند میارن سرسنجی میکنه. اون موقع شهید تهرانی مقدم و اینا میرن پیش رهبر ایران میگن که آقا شما یه اجازه بده ما بریم یه صحبت بکنیم، چند تا موشک بخریم بیاریم. به دلایلی رهبری کاملا با این داستان مخالفت میکنه که میگن شهید تهرانی مقدم، حالا من اینو نمیدونم سعده حاجی زاده تعریف کنه یا شهید تهرانی مقدم توی یکی از برنامه‌ها قبلا روی خروجی رسانه رفته که ایشون گفت ما موقع خیلی ناراحت شدیم، گفتیم بابا این اصلا ضروریه، الان باید روش کار بکنیم، الان کار نکنی کی میخوایم بریم سراغ این قضیه. میگه اون موقع این خرید انجام نشد، ایشان به شدت مخالفت کردن، ما بعدا رسیدیم به نقطه‌ای که در اون نقطه چیزهایی ساختیم که حالا آنها آرزوی داشتنشو دارن. این فقط مربوط به حوزه پهپادی نیست، موشکم همینه. تو موشکه اینا به شدت تلاش کردن، آمریکا الان یکی از دعواش با ما اینه، میگه به اینا موشک نفروش، او تسلیحات ساز، این تسلیحات ساز، اینا ابرقدرت به من میگه موشک نفروش. تو پهپادش هم این شکلی شده، او الان نیاز دارد به چیزی که من روی میز گذاشتم. طولترش میکنم، فکر میکنم تو همینجوری کافی باشه. اگر نکته‌ای داشتین بحثی بود در قالب بیان برای من بفرستین، کمک بکنید که گزارش با پیام هاشون کامل تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.